درود دوستای خوبم، هنگام هستم باش پس خونه من، خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه کیک دارچینی گردویی درست کنیم. یک کیک فوق‌العاده خوشمزه است. اگه دوستدار طعم دارچین هستین بهتون پیشنهاد می‌کنم حتما این کیک رو درست کنید و حتما عاشقش میشید. تا آخر ویدیو کنار من باشید. همین اول کارم لایک کنید ویدیو رو، بریم با هم این کیک خوشمزه رو درست کنیم. برای درست کردن کیکمون نیاز داریم به 4 تا تخم مرغ، 1 قاشق چایخوری وانیل شکری یا 1 دونه نوک قاشق چایخوری وانیل خالص، 1 پیمانه سرصاف شکر. حالا اندازه 5 تا 6 دقیقه من این رو با همزم میزنم. حتما وسط کار دورگیری کنید مایه ای که دارید هم میزنید. به این حد که شد دیگه کافیه. حالا نگاه کنید دوستان، بعد که تخم مرغ و شکر رو که هم زدیم یه مقدار به این حالت از زیر کار هم بزنید که اگه تهش یک مقدار شکر باقی مونده باشه هم بخوره. حالا بهش نصف پیمانه روغن مایه، 1/3 پیمانه شیر. همین مواد رو باید بذاریم از قبل 10 دقیقه 1/4 تو دمای محیط بمونه تا کامل هم دما بشه با محیط. بکنید مایمون 1 دست شد. حالا من اینجا 2 تا پیمانه آرد الک شده دارم. قبلا الک کردم آردم رو. 3 تا قاشق غذاخوری سرپر گردوی خورد شده، یه مقدار خیلی کم، اندازه 1 قاشق مرباخوری از این آردم رو به این گردوها میزنم، میذارم کنار. حالا به آردی که الک شده 1 قاشق غذاخوری استاندارد پودر دارچین، 1 قاشق مرباخوری سرپر بیکینگ پودر و 1 پنسه نمک اضافه میکنم. مواد خشک هم بزنید. مواد خشکم که هم زدم تو 3 مرحله به مایم اضافه میکنم. بازم با الک استفاده کنید، با الک انجام بدید ریختن آرد رو که کیکتون کیفیتش بالاتر باشه. دوستان همینطور هم که دارید ویدیو رو تماشا میکنید حتما ویدیو لایکش کنید. اگه تا الان لایک نکردید نظرات خودتون رو هم حتما کامنت کنید دوستان، خیلی برام مهمه که نظراتتون رو بدونم در مورد ویدیوها. و همینطور سابسکرایب اگه نکردید حتما کانالم رو سابسکرایب کنید که از آموزش‌های دیگه هم استفاده کنید. مرحله آخر آرد رو هم اضافه میکنم دوستان. اضافه کردید در حد 1 دست شدن مایه کیک رو هم بزنید، نیاز نیست که بخواد خیلی همش بزنید، در حد 1 دست شدن کافیه. نکنید مایه کیک هم آماده شد. حالا توی این مرحله بس که کامل 1 دست شد، گردویی که بهش 1 مقدار آرد زدیم، گفتم 3 تا قاشق غذاخوری گردو خورد شده دارم، آرد بهش میزنیم تا گردوامون توی کار توی وسط کیکمون تهنشین نشه، همش نره ته قالب کیک. به این شکل در حد مخلوط شدن گردو هم همشون میزنیم. نکنید دوستان، اینم غلظت نهایی مایه کیکمون. حالا دیگه آماده است، بریزیمش توی قالب. نکنید قالبم رو کفش رو کاغذ انداختم، کاغذ روغنی انداختم، اطرافشم یه مقدار چرب کردم با روغن مایه. اگه کاغذ روغنی ندارید میتونید با کره سرد چربش کنید و آرد پاشی، حتما آرد پاشی انجام بدید. و
بعد از اینکه ریختم تو قالب کیک چند بار حتما بکوبید روی سطح کار تا حبابای داخلش گرفته بشه، هوای ما بین مایه کیک گرفته بشه، میره داخل فر 180 درجه به مدت 45 دقیقه تا 55 دقیقه. حتما از یک ربع قبل فرتون رو گرم کنید، آماده باشه. میذارمش تو فر و بعد از اینکه خنک شد بهتون نشون میدم. خب دوستان، کیکم پخت آماده شد، من از قالب در آوردم. اجازه بدید کامل خنک بشه، بعد از قالب جداش کنید. نکنید، من یه مقدار اینجا پودر شکر و دارچین رو با هم دیگه مخلوط کردم. حالا اینو الک میکنم روی کیکم. دوستان امروزم کنار همدیگه کیک درست کردیم، فوق‌العاده است دیگه. من دیگه از طعم این کیک خوشمزه نمیگم بهتون. کیک دارچین فکر کنم یکی از اون بهترین گزینه‌ها برای کنار چای هستش. میتونید درست کنید و کنار عزیزانتون از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. امروزم کنار همدیگه شیرینی درست کردیم، کیک دارچین درست کردیم. مرسی که تا آخر ویدیو کنارم بودید. ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. کلی دوستتون دارم و ویدیوی بعد هم همدیگه رو می‌بینیم.